سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قرار با هم دیگه بریم سر وقت بررسی فیلم سون ساخته دیوید فینچر، یکی از بیاد ماندنی ترین فیلم های تاریخ سینما. فیلمی که مثل همه فیلم های فینچر برای خودش معنی و مفهوم داشتش. قراره با هم ببینیم که چی تو سر قاتل میگذشت، چرا توی خونه قاتل موسیقی کلیسا پخش میشد و چرا همیشه بارون میومد به غیر از صحنه آخر. پس طبیعتاً این ویدیو حاوی اسپویله، هشدارشو همینجا بهتون میدم و اینکه بگم توی ساخت این ویدیو من از مجموعه سیمیارون کمک گرفتم تا جزئیات روانشناسانه بیشتری رو از فیلم بتونیم متوجه بشیم. اینجا ازشون تشکر میکنم. شما هم اگر خارج از کشور هستید به مشاور روانشناسی احتیاج داشتید میتونید از مجموعهشون کمک بگیرید. و دیگه بهتر بریم در اعماق داستان. تیتراژ فیلم رو اگر دقت کنید حرف برای خودش زیاد داره. تیتراژ دقیقاً تصاویر توی مغز قاتل رو نشون میده. قاتل داره تحقیقات انجام میده. میبینیم روی کلماتی مثل مسائل جنسی داره خط میکشه. اول روی چشمهای یک بچه رو هم خط میزنه و بعداً کل بچه رو خط خطی میکنه. و نکته جالبتر اینجاست که متن تحقیقات در رابطه با زنان بارداره. یه عالمه از تصاویر کارهایی که قرار انجام بده توی همون تیتراژ نشون داده میشن و اگر دقت کنید نمادگرایی‌هایی هم اتفاق میفته. اونجا که داره سوزن رو نخ میکنه شکل صلیب رو برای ما میسازه و همینجا متوجه میشیم که قاتل توی فیلم نماد مسیحیته که حالا جلوتر خیلی باش کار داریم. اینجا توی تیتراژ یه چیز خیلی جالبی رو نشون میدن، عدد D35 برای یه ثانیه روی صفحه ظاهر میشه. ما اینجا نمیفهمیم که این عدد یعنی چی. عدد D35 به حرکت کوین گمبیت در شطرنج میگن که حالا جلوتر میفهمیم چرا اینجا این حرکت شطرنج ظاهر شد و چطوری به قاتل قرار ربط پیدا کنه. اولین صحنه فیلم با صحنه شطرنج شروع میشه توی خونه کارگاه سامرست. سامرست موام اسم این نویسنده معروف توی دنیای واقعیه و اینجا کارگردان الکی این اسم رو برای شخصیت اصلی داستان انتخاب نکرده. این نویسنده معروف به اینه که توی داستانهاش قهرمانان قصهش سفرهای طولانی رو شروع میکنن و در طی سفرشون اندیشهشون نسبت به زندگی تغییر میکنه. اگه به تمام فیلم‌های فینچر هم دقت کنید اکثرشون همینطوریه. یعنی قهرمانان داستان دچار تغییر اندیشه یا ایدئولوژی میشن. فیلم فایت کلاب همینطوری بود، راوی داستان تغییر اندیشه داد. فیلم گیم همینجور، آخرین فیلمش فیلم کیلر هم در رابطه تغییر اندیشه بود و حالا هم نوبت فیلم سونه. قرار نشون بده که فلسفه راوی داستان ما چطور در طول فیلم تغییر میکنه، اونم توی 7 روز. اولین قتل دوشنبه انجام میشه و پایان 7th روز فیلم به پایان میرسه. سامرست راوی داستان ماه و ما دنیا رو از چشم سامرست میبینیم. فیلم توی شهری اتفاق میفته که ما اسمش رو نمیدونیم. توی فیلم اصلا اسم شهر گفته نمیشه. این کار از عمد کارگردان میکنه. بقیه فیلمای فینچر هم همینجوریه. توی فایت کلاب راوی داستان اسم نداشت، بهش میگفتن راوی. توی آخرین فیلمش یعنی فیلم کیلر هم بازم قهرمان داستان اسم نداشت، بهش میگفتن آدمکش. دلیل اینکه این کارو میکنه خود کارگردان توضیح داده. توی فیلم فایت کلاب راوی نماینده تمام انسانهای عصر مدرن بود، برای همین اسم نداشت و اینجا هم شهر داستان ما نماینده همه شهرهای دنیاست که میتونه اینطور درگیر گناه و فساد بشه. توی یه صحنه حذف شده از فیلم میبینیم که سامرست داره یه تیکه از کاغذ دیواری خونه‌شو با چاقو میکنه. خونه‌ای که 34 سال توش زندگی کرده. چرا داره این کارو میکنه؟ چون داره از این خونه میره. سامرست داره بازنشسته میشه. فلسفه سامرست اینه که مردم به هم اهمیت نمیدن، با هم دیگه همدردی ندارن. همین باعث گسترش فساد توی شهر میشه و سامرست شهر رو از دست رفته میدونه. این شهر درگیر فساد گسترده است. توی صحنه که تیتر روزنامه ها رو ما نشون میدن، تمام خبرهایی که توی روزنامه نوشته شده همشون مربوط به جرم و جنایت. میخواد دیگه از اینجا بکنه و بره و یه جای دور بره. چند تا صحنه مهم در رابطه با اندیشه سامرست وجود داره. یه جا هستش که سامرست سوار تاکسی میشه و راننده ازش میپرسه که کجا میری. اون هم از پنجره به بیرون نگاه میکنه. کسی رو میبینه که یه جیبور به چشمهاش چاقو زده و اونو کور کرده و سامرست اینجا به راننده میگه من رو تا جایی که میتونی دورتر ببر. یه چیز مهم دیگه هم در رابطه با سامرست وجود داره. این کارگاه شبها نمیتونه بخوابه. وقتی که میخواد بخوابه صدای دعوا از توی خیابون شنیده میشه و صدا بردار صدای جرم و جنایت توی خیابون رو همینجور هی بلند و بلندتر میکنه تا اینکه سامرست ساعت خودش رو فعال میکنه. اینطوری یواش یواش حواسش میره به تیک تیک ساعت و صدای هرج و مرج توی خیابون هی کمتر و کمتر میشه و اینطوری سامرست میتونه بخوابه. و این نکته مهم دیگه این که از فینچر پرسیدن چرا در تمام طول فیلم بارون میاد. جوابی که فینچر داد اینه که گفت نگید بارون، بگید بارون بی انتها. در تمام طول فیلم ما یا بارون رو میبینیم یا صداش رو میشنویم، حتی یک لحظه قطع نمیشه. خود فینچر گفته که بارون نماد ناامیدیه و قطع نشدنش هم نماد اینه که هیچ امیدی نیستش.
چون ما داستان رو از دید سامرست داریم میبینیم. این سامرسته که هیچ امیدی به شهر نداره. فینچر میگفت این تازه تنها کاری نبوده که توی فیلم کردیم. گفتش از یک تکنیک عکاسی استفاده کردیم که توی این تکنیک رنگ توسی از تمام تصاویر توی فیلم حذف میشه، در نتیجه تصاویر تاریکتر و دلگیرتر میشن. همینطور سایه ها تیره تر. این کارو کردیم که نشون بدیم که چطور سامرست هیچ امیدی به آینده نداره. اما هر بار در طول فیلم که امید به ذهن سامرست میاد، خورشید یک دفعه توی فیلم ظاهر میشه یا صدای بارون قطع میشه. یه جا بود اگه دقت میکردید، سامرست داشت با همکارش یعنی مایلز صحبت میکرد. اون تعریف کردش که یکی از همکاراشون یه بار تیر خورد و من جون خودم به خطر انداختم و از اسلحه‌ام استفاده کردم تا جون اون افسر رو نجات بدم. وقتی که سامرست از خود گذشتگی همکار خودش رو دید، با اینکه بارون شدیدی بارید، یک دفعه نور خورشید کل ماشین رو پر کرد، ولی سریع دوباره ناپدید شد. و یک بارم در طول فیلم بود که صدای بارون قطع شد، وقتی برای اولین بار شخصیت تریسی وارد داستان میشه. با اینکه لباس سامرست و مایلز هر دو خیس بارونن، ولی هیچ صدای بارونی برای اولین بار نمیاد، که حالا جلوتر میفهمیم چرا. اما درست مثل فیلم فایت کلاب، قهرمانان داستان ما دو تان، مایلز همکار سامرست. درست مثل فایت کلاب که راوی نماد منطق بود و تایلر نماد غریزه و با هم در تضاد بودن، اینجا هم سامرست نماد منطق و مایلز نماد احساس. این دوتا برعکس همن، که شخصیت پردازی این دوتا توی فیلم خیلی خوبن. کارگردان نمیاد با دیالوگ به ما بگه که این دوتا در تضادن، بلکه به ما نشونش میده. در تمام طول فیلم این کارو تکرار میکنه. نحوه آماده شدن هر دو نفر رو اول صبح نشون میده که میخوان برن سر کار. مایلز توی شلخته ترین حالت خودشه و سامرست در منظم ترین حالت. مایلز همه جا خشمش رو خالی میکنه. توی فیلم 10 بار عصبانی میشه. مثلا یه عکاسو میگیره، کتک میزنه، در خونه رو با لگد میشکنه، میره تو. دنبال قاتل میدوه، خودشو نزدیک بود به کشتن بده و کاملا در طول فیلم نماد احساسه. اما سامرست هر وقت که عصبانی میشه، خشم خودش رو با پرتاب چاقو خالی میکنه. 100 باری تفاوت این دو نفر رو در طول فیلم ما نشون میدن. موقع خواب سامرست ثابت میخوابه، ولی مایلز چپه میشه در طول شب. در تمام طول فیلم مایلز همیشه کج و کوله میشینه، ولی سامرست همیشه صاف و منظمه. و اینطوری این دوتا رو برای ما شخصیت پردازی میکنه. تو ادامه داستان دیدیم که قاتل دونه دونه قتل ها رو از روز دوشنبه شروع کرد به انجام دادن و هر روز یه قتلی رو انجام میداد. با سبک قتل ها میتونیم متوجه بشیم که قتل ها کل شهر رو هدف گرفتن و نه یه نفر خاص. یکی از مهمترین قتل ها قتل وکیل بود. دیدیم که قاتل قاب عکس همسر وکیل رو برداشته و دور چشمش با خون یه دایره کشیده و این قاب عکس رو گذاشته درست روبروی تابلویی که سرنخ قتل بعدیش رو پشت اون تابلو قرار داده بود. و اینجا اگر به تدوین دقت بکنید، تصویر بعد از قاب عکس درست کات میخوره توی صورت تریسی. و نکته جالب اینجاست که قاب عکس فقط به تابلو نگاه نمیکرد، قاب عکس به یه مجسمه بدون سر هم نگاه میگردش، که خودتون میدونید که مجسمه بدون سر چه ربطی به تریسی داره. جلوتر دیدیم که کاراگاه‌ها تونستن جان دو یا همون قاتل رو از روی کتابایی که میخوند پیدا کنن. کتابایی که میخوند این بود، کتاب بهشت گم شده که حدود 4 قرن قبل نوشته شده. نویسنده این کتاب اعتقاد داره که شر وارد این دنیا شده و باید با نیروی شر مبارزه کردش. و همینطور قاتل کتاب کمدی الهی دانته رو هم میخوند، که این کتاب خیلی قدیمی‌تر از کتاب بهشت گم شده است. این کتاب حدود 8 قرن قبل نوشته شده. هدف این کتاب تعریف دین مسیحیت به مردم اون زمان بود. مهمترین جلدش کتاب دوزخه، که هدفش این بود که مسیحیان اون زمان رو بترسونه از مجازاتهایی که در دوزخ وجود داره. این مجازاتها رو دانته با وسواس و جزئیات زیاد توی کتابهاش نوشته. ربط این کتاب با فیلم دقیقا در همین جاست، که توی کتاب دانته یه سفری رو شروع میکنه به دوزخ. وقتی که از دوزخ بازدید میکنه، هر گناهکاری دقیقا به اون سبکی که گناه کرده داره توی جهنم مجازات میشه. مثلا کسایی که قاتل بودن، خون ریختن، توی جهنم داخل رودی از خون جوشان مجازات میشن. یا مثلا مجازات طمعکاران اینه که در حالی که یه وزنه بزرگ به بدنشون آویزونه، باید با همدیگه بجنگن، همدیگه رو تیکه تیکه کنن، که این یه مجازات سمبولیکه. وزنه نماد مال دنیا بوده که اینا همش سعی میکردن به دست بیارن، و جنگیدن با همدیگه هم نماد طمعی بوده که داشتن و رقابتی که میکردن برای اینکه بتونن بیشتر مال دنیا به دست بیارن. کل کتاب دوزخ همین جوریه، با وسواس گناهکاران رو با گناه خودشون روبرو میکنه، که دقیقاً از 7 گناه کبیره دین مسیحیت قاتل داستان ما الهام گرفت و دقیقاً به سبک کتاب کمدی الهی جهنم رو داره جلوی چشماشون میاره. مثلا طمعکار رو توی فیلم مجبور میکنه تا 1 کیلو از گوشت تنش رو بکنه و بذاره روی ترازوی عدالتی روی میزش بود، به خاطر سوء استفاده‌ای که از جایگاه وکالت کرده بودش. دیدیم که استفاده از همین کتاب‌ها خونه جاندو رو لو دادن. صحنه مهم بعدی زمانی بود که وارد خونه جاندو شدن. اینجا به یک بار موسیقی متن فیلم تغییر میکنه و صدای موسیقی کلیسا شنیده میشه.
توی اولین صحنه می‌بینیم که قاتل از خونه قربانیان خودش غنیمت آورده. از هر قتلی یه سمبولی رو برداشته آورده. تمام خونه نمادهای مسیحیت پخش شدن. قاتل شبها کنار تندیس مسیح میخوابه و اینجا فینچر یه طعنه خیلی جالب میزنه. قبلا توی همین فیلم صحنه‌ای از فاحش خونه ما نشون داده بودن. فاحش خونه اینجوری نشون داده شده بود که همه جا تاریک بود، پنجره نداشت، در عوض یه سری لامپ قرمز اونجا رو روشن میکردن و اینجا دقیقا خونه جاندو به همین شکل به تصویر کشیده شده. در حالی که برق هست ولی تمام لامپ‌ها خاموشه. پنجره‌ها همه پوشیده شدن و یه صلیب با همون جنس لامپ‌های فاحش خونه رو روشن کرده. تنهای دیگه ای هم هستش، این که سامرست کشویی رو بیرون میکشه که پر از بسته های خالی مسکنه که نشون میده که این آدم نمیتونه درست بخوابه، ولی در این حال توی همون کشو انجیل و صلیب وجود داره که نشون میده که این انجیل نتونسته این آدم رو به آرامش برسونه. اینجاست که میفهمیم که قاتل داستان ما سمبل دین مسیحیته. توی همین خونه است که ما میفهمیم که اون کسی که مایلز عصبانی شد و کتکش زد همین قاتل بوده و اونجا اگر دقت میکردید مایلز برگشت داد زد، اسم خودش رو گفت، هیچی هم کردش و بعد همون عکاس گفتش چقدر خوب شد که اسمتو به هم گفتی و اینجاست که ما میفهمیم که سر همین کتک زدن بود که قاتل مایلز رو به عنوان گناهکار انتخابش کرد، کسی که دائم خشمگین میشه. بعد از پیدا کردن خونه جاندو سامرست ذره ذره شروع میکنه به تغییر. توی کل فیلم سامرست اصلا نمیخنده، فقط یه جای فیلم هستش که خیلی خوشحال میشه و میخنده، وقتی که مترو از کنار خونه مایلز میگذره. سامرستی که با صدای بیرون نمیتونست بخوابه حالا با صدای مترو شروع میکنه به خندیدن و اینجا برای اولین بارم هستش که صدای بارون قطع میشه. شخصیت تریسی و گرمای خونه مایلز یه مقداری روی شخصیت سامرست تاثیر میذاره. جلوتر توی فیلم تریسی با سامرست یه قرار خصوصی میذاره و اونجا بهش میگه که بارداره و بعد از همین ملاقات که اگه دقت میکردی متوجه میشدید که شدت بارش بارون کمتر میشه. اصلا در طول فیلم دائم شدت بارون هی کم و کم و کمتر میشه تا در نهایت دیگه بارونی در کار نیست. اولین صحنه فیلم که اصلا بارون سیلاسا بود. اما مهمترین تغییر توی شخصیت سامرست وقتی که از خونه جاندو میان و مایلز و سامرست با همدیگه میرن توی کافه. مکالمه این دوتا با همدیگه خیلی مهمه. شروع میکنن با همدیگه در رابطه با فلسفه زندگیشون صحبت کردن، در رابطه با نگاهشون به دنیا. سامرست تاکید داره که دنیا جای به درد نخوریه چون آدمها دیگه براشون هیچی مهم نیست، به همدیگه اهمیت نمیدن. اما مایلز مخالفه، فلسفه خودش رو میگه. میگه دنیا شاید جای بدی باشه، پر از دیوونه است، ولی زیبایی های خودش رو هم داره و ارزش جنگیدن هم داره. به خاطر همین زیبایی هاست که ارزش اینو داره که جلوی زشتی ها بایستیم. و از صحبتاش میتونیم بفهمیم که اون میخواد خوب باشه چون احساس خوب بهش میده. به این جور افراد میگن ایدئالگرا، کسایی که صرفا میخوان به خاطر احساسات خوب باشن. گفتیم که قبلا سامرست تحت تاثیر شخصیت تریسی قرار گرفته بود و اینجا وقتی که مایلز این حرف رو بهش میزنه از توی نگاه سامرست میتونیم بفهمیم که چیزی توی اندیشش داره تغییر میکنه. صحنه مهم بعدی اونجاست که درست شب بعد از این مکالمه سامرست میره به خونه. یه اتفاق خیلی مهم میفته. حالا سامرست دیگه با صدای ساعتش نمیتونه بخوابه. صدای تیک تیک ساعته که میره روی مخش و اینجاست که میبینیم یک دفعه برمیگرده و ساعت رو خورد میکنه و این بار به صدای شهر گوش میده تا بخوابه. توی سینما تیک تیک ساعت همیشه نماد به پایان رسیدن هم هست. مثلا گذران عمر رو نشون میدن یا تموم شدن وقت رو همیشه با صدای تیک تیک ساعت نشون میدن. قبلش سامرست فقط میخواست که برسه به آخرش. زندگیش رو میخواست به یه رکودی وارد کنه و فقط بره و عمر خودش رو تموم کنه. بر همین به تیک تیک ساعت گوش میداد. ولی بعد از آشنا شدنش با مایلز و تریسی دیگه به صدای شهر گوش میده یا با همون صدای زندگی گوش میده. حالا فرداش درست وقتی که سامرست از خواب بیدار میشه دیگه بارون برای اولین بار در طول فیلم متوقف شده. ولی زمین هنوز خیسه. نم بارون هنوز باقی مونده. ماشینا هنوز خیسن. اینجاست که قاتل میاد و خودش رو معرفی میکنه. یادتونه بهتون گفتم D35 حرکت کوین گمبیته و توی تیتراژ ما نشون داده بودن؟ توی این حرکت بازیکن یکی از مهره‌های خودش رو از عمد به خطر میندازه، یا بهتر بگیم یکی از مهره‌هاش رو قربانی میکنه. وقتی که حریف این مهره رو زد توی دام میفته و بازیکنی که مهرهشو قربانی کرده بود دست بالا رو میگیره. اینجا جاندو با معرفی کردن خودش یک کوین گمبیت انجام میده، خودش رو قربانی میکنه، ولی با بازداشتش اون دست بالا رو پیدا میکنه. موقعی هم که خودش رو بازداشت میکرد
اگر دقت می‌کردید نوک تمام انگشتاش رو پانسمان کرده، چون پوست همه انگشتاش رو تراشیده بود تا اثر انگشت نداشته باشه، چیزی که توی تیتراژ فیلم هم دیده بودیم. از اینجا بعد کارگردان با نوع تصویر برداریش قشنگ نشون میده که جاندو دست بالا رو داره. توی اتاق بازجویی در تمام مدتی که باز داشته همه توی تاریکی نشون داده میشن، ولی نور همیشه روی جاندو قرار داره. هیچ کس نمیدونه که اون چه نقشه‌ای داره. میبینیم که جاندو از طریق وکیلش اطلاع میده که اگر برن جایی که اون میخواد، حاضر دو تا جنازه دیگر رو هم که کشته بگه که کجان. جاندو برای اینکه پلیس رو متقاعد کنه که حتما کاری که میگه رو انجام بدن، موقعی اومد خودش رو معرفی کرد که دستش به خون آخرین قربانیش آلوده بود و رفت دقیقاً در شلوغ‌ترین جای ممکن با فریاد خودش رو معرفی کرد تا همه بفهمن که یه سری قربانی دیگه هم هست و اگر پلیس حاضر نباشه همکاری کنه، باید فشار افکار عمومی رو تحمل کنه. برای همین حاضر به همکاری میشه و حالا ما سه نفر رو داریم که هر کدومشون نگاه متفاوتی به جامعه دارن. جاندو نماد دین، مالز نماد ایدئالگراهاست و سامرست منطقیه که از دنیا دیگه بریده. صحنه آخر میخواد تقابل این ستا رو با هم نشون بده و مکالمه اینها توی ماشین خیلی مهمه. صحنه آخر خورشید همه جا رو پوشونده، دقیقاً برعکس تمام طول فیلم. دیگه حتی ابرم توی آسمون نیست. توی مکالمه داخل ماشین متوجه میشیم که جاندو تضادهای زیادی توی صحبت‌های خودش داره. حرفی که میزد این بود، میگفت من انتخاب شدم. مثل تمام مردای خدا که فکر میکنن خدا به اونها نظر خاصی داره، کارگردان جاندو رو هم دقیقاً همینجوری نشون داده. میگفت من کسایی که بدی کردن رو کشتم، مثل قاتل‌ها. این در حالیه که جاندو خودش قاتل بود، تریسی رو کشته بود، اون که دیگه گناهی نداشت. یا مثلا وکیلش کاملاً یک فرد فاسد بود که پول گرفته بود که کاری کنه که جاندو به هدفش برسه. دیدیم که وکیلش پلیس رو تهدید میکرد، میگفت اگه کاری که جاندو میگه رو انجام ندید، میرم کاری میکنم که دادگاه جاندو رو روانی تشخیص بده و چند سال بعد آزادش کنن. این در حالی بود که جاندو یه وکیل رو دقیقاً به خاطر همین کارا کشته بود. و اگر اکثر فیلم‌های فینچر رو دیده باشید، میدونید که این کارگردان دو تا چیزو توی فیلماش میکوبه، یکی سرمایه‌داریه و یکی هم دین. کلا نگاه بسیار بدبینانه نسبت به این موضوعات داره. از فایت کلاب بگیر تا همین فیلم آخرش. تو همین فیلم هم باز به سرمایه‌داری اشاره میکرد، توی تیتراژ از دلار داشت کلمه خدا رو قیچی میکرد و میآورد بیرون. ولی فینچر بلده چجوری انتقاد بکنه. همیشه هم وقتی که یه نقدی به سرمایه‌داری میکنه، در آخر جوری فیلمو میسازه که تقصیرا بیفته به گردن کسی که اشتباه کرده بود. توی این فیلمم شاید این تضادها رو به خاطر این گذاشته که اگر کسی انتقاد کرد که چرا مسیحیت در این داستان شیطان اصلیه، بگه این طرف کسی بود که مردم رو با لنز خودش قضاوت میکرد و یه سادیسمی دیوانه بود که برای رفتارهای خودش یه توجیه مذهبی پیدا کرده بود. از عمد دو پهلو میسازه که بشه از این زاویه هم نگاه کرد که کسایی که به نام دین جامعه رو میخوان اصلاح کنن، خودشون از همه بدترن. جاندو مثلا توی فیلم نماد عدل الهی بود که بدترین شکل داشت سعی میکرد جامعه رو اصلاح کنه. یه طعنه جالب دیگه هم توی همین ماشین سامرست بهش زد، گفتش اگر تو مرد خدایی، پس چرا از تک تک کارهایی که کردی لذت بردی؟ که اونجا اگر دقت میکردید، جاندو برای چند لحظه نمیتونست جواب بده، حرفی برای گفتن نداشت و در پاسخ هم گفت هیچ ایرادی نداره کسی به کاری که انجام میده علاقه هم داشته باشه. این یه طعنه بود که اینجا کارگردان زد که کسانی که مثلا جامعه رو از طرف خدا تنبیه میکنن، این کارو برای لذت شخصی خودشون میکنن. اما صحنه آخر میفهمیم که جاندو سر تریسی رو بریده و توی یه جعبه پست کرده به همون جایی که قرار گذاشته بودن. اونجا چند تا تصویر مهم میبینیم. اول اینکه خورشید توی داستان نماد امید بود که توی شات خیلی مهم درست پشت سر جاندو قرار میگیره. همین که جلوی نور رو میگیره و همین که اگر دقت کنید بهش یه حاله از نور شبیه به مسیح میده و این باز یه نمادگرای دیگه است، اینکه جاندو نماد دینه. کارگردان اینجا یه کار خیلی جالب میکنه، برای اینکه نشون بده که جاندو ایمان قوی به اندیشه های خودش داره. هر وقت که دوربین اون رو نشون میده تصویر ثابته، ولی وقتی که دوربین بقیه رو نشون میده مثل مایلز یا سامرست، دوربین روی دست فیلم برداری شده و ما دائم تکون های دوربین رو میتونیم ببینیم. اینجا وقتی مایلز متوجه میشه که همسرش کشته شده، درگیر خشم میشه و جاندو رو میکشه. اینجای داستانه که شیطان داستان پیروز میشه و به چیزی که میخواد میرسه. حالا با این کار دست بالا برای همیشه در اختیار شیطان قرار میگیره. کوین گمبیتی که اینجا جاندو انجام داد، مایلز رو کیشومات میکنه. این در حالی که سامرست اصلا از قبل از اینکه این سفرشون رو شروع کنن دائم میگفت به حرفای جاندو گوش ندید. هم نمیخواست به این بیابون بیاد و حالا هم که اینجا بود سعی میکرد مانع کشته شدن جاندو بشه. بر همینم هم بود که توی صحنه اول خونه سامرست رو با شطرنج ما نشون دادن. این آدم تنها کسی بود که توی دام جاندو نیفتادش. توی این صحنه همونطور که مسیح بار گناهان بشر رو به دوش گرفت، اینجا هم جاندو میخواستش که با مرگ خودش درست مثل مسیح خودش رو قربانی کنه. اما سوالی که وجود میاد اینه که چرا مایلز شکست خورد؟ چرا باید کارگردان این رو اینجا میذاشتش؟ مایلز نماد تمام کسایی بود که فقط با هیجان و احساس
میخوان به جامعه کمک کنن. اکثر آدم ها همینطورین، مخصوصا کسانی که جوونن، همین تفکر دارن، میخوان آدم خوبی باشن چون احساس خوبی بهشون میده. به اینجور افراد میگن ایدئال گرا. و اینکه کارگردان نشون میده این افراد وقتی که با واقعیت سیاه دنیا روبرو بشن، اونها هم خودشون به چرخه خشونت اضافه میشن. درسته که فلسفه مالز درست بود، ولی از یه عقبه منطقی نمیومد و از روی احساسات بودش، برای همین به شیطان باختش. توی صحنه آخرم وقتی که مالز به جاندو تیر زد، تیر چراغ برق کنارشون دقیقاً شکل صلیب رو به تصویر کشیده بود. و یه کار جالبی که اینجا فینچر میکنه اینه که دوربین جای سر جاندو قرار میگیره و مایلز وقتی که شروع میکنه تیراندازی، درست انگار داره به مای بیننده تیر میزنه. اینجا کارگردان نشون میده که جامعه هم سزاوار همچین خشمی هستش. توی فیلم دائما اشاره میشد چرا این شهر دچار فساد شده؟ چون مردم بی تفاوتن نسبت به گناهانی که اطرافشون اتفاق میفته و سعی نمیکنن که هیچ اصلاحی انجام بدن. به خاطر همین اینجا جامعه هم سزاوار این تیر هاست. و بعد از این تیراندازی که میبینیم، زاویه قرارگیری سامرست و مالز جوریه که متوجه میشیم این دو نفر مسیرشون برای همیشه از هم دیگه جدا شد. بین این سه نفری که توی این بیابون اومدن، جاندو کسی بود که هیچ شکی به تفکرات خودش نداشت و پایانش به این شکل در اومد. که این هم باز میتونه یه اشاره از طرف کارگردان باشه که شاید یه دلیل این که جاندو اینطور به انحراف رفته به خاطر تعصب خیلی شدیدی که توی اندیشه‌اش داره. ولی سامرست کسی بود که اندیشه‌اش انعطاف داشت. صحنه پایانی توی روز هفتم فیلم اتفاق افتاد و توی این روز سامرست رسما بازنشسته شد و حالا دیالوگ آخر فیلم خیلی مهمه. رئیس سامرست بهش میگه که کجا میری؟ دقیقاً مثل همون دیالوگی که راننده تاکسی به سامرست گفته بود. اونجا به راننده گفت میخوام برم به یه جای دور، ولی اینجا در پاسخ رئیسش گفت جایی نمیرم. من همیشه همین اطراف هستم. دیدگاه سامرست به جامعه عوض شد و یه جمله خیلی مهم از همینگوی میگه که این جمله همون پیام فیلمه. میگه دنیا جای قشنگیه و ارزش جنگیدن داره. و سامرست میگه که من با بخش دوم این جمله موافقم. یعنی هنوز قبول داره که دنیا جای قشنگی نیست، ولی قربانی شدن تریسی و همصحبت شدنش با مایلز به این نتیجه میرسونتش که دنیا هنوز ارزش جنگیدن داره. در اصل مایلز درسته که شکست خورد، ولی با تأثیری که روی سامرست گذاشت همیشه یه قهرمان باقی میمونه. به خاطر این آخر فیلم از همینگوی نقل قول گذاشتن، چون این نویسنده کتاب پیرمرد و دریا رو نوشته، داستان پیرمردی که میخواست بازنشسته بشه و با کمک یه همکار جوونش میره برای آخرین صید ماهیش، درست مثل سامرست که این آخرین صیدش بود. خب دوستان، اینم از تفسیر فیلم 7. شما هم اگر نکته ای رو توی فیلم متوجه شدید حتما توی بخش کامنت ها بگید. بازم تشکر میکنم از سیمی آروم که کمک کرد من این ویدیو رو بسازم. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و با امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.